صبح زیبای تمام هموطنان عزیز ما بخیر باشه ادامه برنامه صبح و زندگی هست و خدا کنه از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودیم بهترین صبح همچنان سپری کرده باشین مهماندار هست و مهمان عزیزی همراهی ما هستن جناب آقای فقیر رئیس کمیته فرهنگی ریاست اجرایی و همچنان استاد پهنتون که میخوان امروز صحبت های در رابطه با فرهنگ مهمانی و میزبانی همراه ما و شما عزیزان داشته باشند. استاد عزیز خوش اومدین صبحتون بخیر باشه تشکر رویا جانم درود به شما سلام درود به هم کارایتان اجازه بدید که پس بریم به طرف همو جایی که افغان نازنین انانس داد شاید بشنوه آواز ما شاید نشنوه افغان عزیز در پیش کوره آتش که بودی روی تمی بوسم و درود از تو نازنین که صبح وقت ما را خوشنود میسازی و کوچه و پس کوچه شار کابل قدم میزنی و ما را از لابلای شار کابل آگاه میسازی که چی میباره در شار کابل عزیز ما رویا جان بسیار ممنون هستم که امروز با شما هستم سلامت باشین استاد تشکر از شما هم که امروز دعوت ما رو پذیرفتین هوای شهر کابل هم وقتی که آمدین گفتید بسیار سرد است دقیقاً دیروزم خیلی خنک بود امروز هم امروز بیشتر زیاد امروز بسیار استاد فکر کنم که جای مهمانم بودین یا میزبان بودین جایی شاید شب م... چیز باشم میمان باشم اما امروز به خاطر برنامه شما میمانی را قطع کردم واقعیت همش حالا مهمان ما هستیم با کمال خوشی خوش آمدین استاد بازم میخوایم که در رابطه فرهنگ مهمانی و میزبانی در کل در افغانستان دیدگاه شما را داشته باشیم که نسبت به سالهای گذشته تا به همین لحظه که ما حاضر هستیم و زنده هستیم و نفس میکشیم فرهنگ مهمانی و میزبانی در افغانستان چه تغییرات و تحولاتی داشته بسیار پیش از اینکه مورد سوال شما ارجمند خود جواب تا اجازه بدین که ضرب المثله بگویم میگن نان پیاز پیشانوی باز بله. چقدر چقدر زیباز چقدر پسندیده است اما قسم که سیر تاریخ در تمام سطوح زندگی ما تغییرات آورده و تغییرات میاره و شاهدش هستیم که بعض ما خوشنود هستیم بعض ما خوشنود نیستیم بعض ما استقبال میکنیم ورق میزنیم خاطرات گذشته خود و به یاد میاریم که با چی انسان های ما دیدیم و شنیدیم هم امروز در پالی ما نیستن با چی انسان های روابط داشتیم که ما را به بدبختی ها کشانید با چی انسان های دیدیم و شنیدیم که دست ما را گرفت و ما را به طرف علم و معرفت معرفی کرد و با چی انسان های دیدیم و نشستیم که ما را آداب نان خوردن و غذا خوردن و غذا پختن بر ما یاد داد درود به این انسان ها که ما را برای سرات المستقیم سوق داده و تا انوز که انوز است در خاطرات و در میموری ما باقی هستند. میمانی هم یکی از گپای خوب جز فرهنگ جدا ناپذیر ما است و ما آرزو می‌کنیم، آرزو میکنیم که همیشه دسرخان خانواده ها پر از صفا و صمیمیت باشه انشالله. پر از عشق و محبت و دوستی باشه آه. و مو آهنگ احمد زایر است که آب سرد و نان گرم باشه. باشه اما بعض اوقات دوستای ما غلو میکنن اما در گذشته اگر بگویم که پس بس جواب سوالت بپردازم در گذشته صفا بود سمیمیت بود با غذایی که بسیار عادی بود اما با گرمی و با صفا و سمیمیت به سر دسرخان می آمد و همه لذت می بود که از او غذایی که در می شبای زمستان زیاد معروف بود در و بازار کابل از او را می تانیم که مایی بگوییم جلبی بگوییم کچ بله. کچر قرود بگوییم و یا لاندی پلاو بگوییم یا شربه های بسیار خوب و خوشمزه که از لاندی بود اما تفاوت های هم هست در طرز غذا مردم امه. شمال افغانستان غذای دیگه دارن برخورد دیگه دارن مردم کابل پایتخت غذای دیگه دارن و همین قسم ولایات دیگه همه مهمترین شاخصش چیزیست که برای میمان خود با صفا و سمیمیت همو کاسه ها را میاریم و یا همو غوری برنج میاریم که در زیرش توتایی از گوشت گسفند یا گوشت لاندی است و چقدر زیباست که ما افغان عادت داریم همه ما باید دستای خدا بشوریم دلی. همه ما با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم دلی. و همه ما منتظر از این میمانیم که تا مادر کلان یا پدر کلان و یا مادر جان ما پدر جان ما بیاید دور سرخان بشنه امه. و تا زمانی که او دست خود دراز نکنه به کاسه ما جرات خوردن نان نداریم این با مفهوم از این نیست که ما سلب صلاحیت است این به مفهوم یک نوع احترام است و همیست که غذا را شروع میکنیم میخوریم تا جایی که میتونیم بعد از اون خدا را شکرگزاری میکنیم امه. که خدای پاک تشکر و این خود به طرف مادر جان و خوار کلان برا... خود یا خو... خانم برادر خود میکنیم تشکر از نان مزدار که امروز شما درست کرده بودین اینا چیز است که ما به یاد دارم از گذشته اما امروز بعض اوقات اتفاق مفته که جوان میرن در بیرون نان میخورن بدون از که توجه بکنن که پدرجانشان منتظرشان است نانای فود میخورن که توجه نمیکنن برای ساعت خود توجه نمیکنن برای غذایی که مفید باشه اما چاره چیز زندگی همین رقم به می تنگنا آمده ما رزو میکنم که هم غذای فسفود مهم است و هم غذای ملی خود ما اننوی خود ما اما مهمترین است که ما با دور سرخان با مادرجان پدرجان خود بشنیم و دم غلیمت کنیم دقیقا استاد دیگه از گذشته ها گفتن و از گرمی و صمیمیت خانواده ها در گذشته ها گفت واقعا من یاد دوران طفولیت خودم افتیدم یادم اون دوره هایی که من 12 13 ساله بودم و همون گرمی و صمیمیت خانواده خودم هنوزم به یادم هست که در کنار هم میشستیم برای یک دسترخوان با خنده با محبت همو غذا رو نوش جان کردیم و اگر چیز خیلی ساده ای هم بود با همو محبت خیلی مزه دارتر و بهتر دیده میشد در رابطه با استاد بعضی نزاکت ها و مراد کردن بعضی آداب در مهمان و میزبانی را همیشه بیان کنین شاید خیلی یک کوچک باشه ولی اکثر کسا واقعا در نظر نمیگیرن و خیلی از مهمونا که به خانهشان می ناراحت میشن و یکی خودشان واقعا از میزبانی خودشان ناراضی می باشن در رابطه به این موضوع و نزاکت ها میشه که صحبت از داشته باشه یک چیزی که ما باور کامل دارم شما را بدتان می و شما را زیاد از بیننده های ارجمندتان بدتان می بدشان می بعض اوقات دوستا دعوت میکنن میگن بیاین که امشب شما دعوت ما دو نفر یا سه نفر بدون از اینکه در نظر بگیریم شش نفر همراه خود میبریم بدون از اینکه در نظر بگیریم که آیا این امکانات در او خانه هست امه. امی فضا وجود داره آیا غذا به قدر کافی است بله. چهار نفر پنج نفر دیگه میآیند یا مثلا دمی شبای زمستان سرد سرد امه. که مشکل گاز است مشکل برق است مشکل زغال است چوب است ببینید که دوستای ما خانه یک کسی میمان میره بر چهار شب بر سه شب من نمیفهم اینا چطور میتونن چهار شب در امی خانه تنگ و تاریک یا مشکلات داره آخست. حتی خانه مدرن هم باشه چطور به خود اجازه میتن که برای چهار شب یا پنج شب برن و چطور خسته نمیشن چطور دلگیر نمیشن میمونی همیست که بریم یک گلاس چای بخوریم امه. یک گلاس قهوه بخوریم یک میوی خشک یا تازه باشه امه. یک سلام بکنیم و هم دیگر را در آغوش بگیریم تبادل افکار داشته باشیم بعد از از دیگه خداحافظ دیگه ضرورت نیست نیاز نیست که نهلی. یک شب دو شب بشینیم امید تکلیف مریضیایی که زیاد میشه علت شما اینه که یکی از میمانا میاد خانه با طفل خود طفلش ریزش داره گریپ داره سرما خورده تمام خانواده ای که پذیرایی میکنن نامریز میشن آیا یک چیز دیگه هم که برهنتر بگویم آیا به قدر کافی لاف و ترشک و بالش دارن سرجایی جایی روی جایی؟ آیا زغال و چوب به قدر کافی دارن؟ نه ببین یا مشکلات هست, مشکلات هست. ما رزوم میکنم که ما مثل گذشته نیستیم شرایط تغییر کرده امه. کوشش بکنیم از این میمانی های خودخانه و خود باخته و خود ساخته جلوگیری بکنیم کوشش بکنیم احترام بکنیم به او آقای به او خانم به او مادر کلان که ما را میز باری میکنه امه. و او را بگذاریم که خسته نشن بیزار نشن و گوش خود ما کم نگره بگه تو بعد دیگه ما نمیخوایم کس در خانه ما دیگه خانه تو دارم دیگه شما خانه ما <تصفح> و ای کاش که ای باشه حالا کلگی موبایل داره ببینید ده شب یک دو نفر میاد خانه بدون از با موبایل <تصفح> تلفون کنه که من میایم یا وقت نمیتون. بگره رویا جان اگر شما در خانه خود خسته و زلز رادیو تلویزیون آریانا ارجمن میرین به خانه بدون از اینکه با تلفون تماس بگره صبح وقت بگذاره که من میایم خانه ببینید دب تق تق میزنه هستین ولی هستیم ما اومدیم حالا این تلفون موبایل برای چیز واقعا راست میگین چرا تماس نمیگرین؟ چرا نمیخواین باز اگر بگوی ولا کردت هم شده بود ولا, ولا خواستیم بی خبر بیم شما بزامت نشید <applause> بله در حال که برعکس ما رو بر... بزامت, بزامت واقعا اصلا صحبت خیلی خوبی داشتن راجع به کسایی که وقتی که به مهمانی میرن سه چهار شبی رو اونجا سپری میکنن و حتی خلق خودشان هم تنگ میشه خلق صاحب خانه هم تنگ میشه و بعضی دیگه هم همو ها پیش میه و هم صاحب خانه هم گفته استاد توبه میکشه که دیگه نه خانه تان میریم نه شما خانه ما بیاین استاد در رابطه به همین فرهنگ غذا پختن هم کمی بگو این اکثر کسا بیش از حد دیگه غذای اسراف میکنن یعنی بیش از حد غذا آماده میکنن که اصلا شاید و مهمان اشتراش او را استفاده نمیکنن بعضی کسا مثلا به گفته شما زنگ میزنن سفارش میدن که این تا غذا حوثانه با ما تیار کنیم بین و واقعا همی فرهنگ مهمانی رفتن و میزبان بودن به همی است که ما باید همیشه غذا را در نظر بگیریم یا یعنی فقط دور هم نشستن و همون فضای صفا و صمیمیت هست من فکر میکنم مثال دوم شما بجاست ما میخوایم ببینیم دوست خود که چی کرد و چی اتفاق افتیده به زندگیش نه ای که بریم غذا بخوریم ولی بشتر سرمی غذا یا بیشتر میچرخن ای کاش آزرو. که تنها غذا باشه که با چی میگه ولا ما چربی زیاد دارم من میخوام مرغ بخورم شربای مرغ بخورم ولا من نمیتونم بلی پریز هستم اگر تو پریزسی آقای ما بانوی ارجمن چرا به میمانی آمدی؟ برد خانید بشین راحت و آرام حتی بله. در ها حتی در روسیا همی هست که من چربی دارم من فشارم بالاست خب اینجا دیگه جای فرمایش دادن غذا نیست اما با در بگوییم که یا جز فرهنگ است که ما هنوز که هنوز از توجه نکدیم و فکر میکنیم که در خانه یک دوست بریم آزاد حرف بزنیم که برای ما یه غذا را پخته کی این ای دوستی و صمیمیت است در حالی که نه. معمولا در دنیای بیرون هر غذایی که رویا جان درست میشه به خاطر از اونمو آلت درست میشه یا فضای درست میشه یا برنامه درست میشه که ما به او خانه میریم یا به او رستوران میریم یا به او قوه خانه میریم اگر یک کس خدای ناخواسته یک دوستش فوت کده آیا نیاز است که ما بر از او منتو و آشک و بولانی و از این قسم غذاهایی که بسیار تکلیف داره پخته بکنیم نه. یا کیچری قرود پخته بکنیم یا انواع دیگر در حالی که در دنیای دیگر وقتی کس با فاتحه میره یک دو تا خرما می باشه یک گلاد چای می باشه بس دعا میکنه ما براین اما اینا میشنن و فرمایشا میتن که باید قابلی باشه و لاندی باشه از این قبیل گپا اما یک کس اگر عروسی میکنه او متفاوت است بر از او باید غذا و نوع غذا باید متفاوت باشه و تعداد دوستایم که میخواین بیان باید متفاوت باشه اگر یک کسی دیپلم خود دفاع میکنه یک وظیفه نو میگیره هم نوعیت غذا فرق میکنه امه. و نوعیت غذا به شام چیز دیگه باید باشه به با چاشت باید چیز دیگه باشه و بر... بله و برای صبح باید چیز دیگه باشه در حالی که من به یاد دارم تعداد دوستای ما دمو صبح میخواین برنج بخورن در حالی که فکر بکنین برنج میخواین برنج بخارم. شامان داره گرم اش که بخ... گرم میکنه بعد حتی ما دیدیم بعض کسا را که شوربا را قصه کردن یاد کردن شوربا را در صبح خوردن ببینین و یا مثلا شب که میشه ما باید غذای آرام بخوریم غذای نرم بخوریم که بخ... میخوابیم ببینین آنقدر غذا میخورن که تا تدیگی دیگی دیگم میخواین که باید بخورن <applause> جون. و از چای و دوغ و کوک و سپرایت و ایگه باخ پرسان نکنی او را گفته دوستای قنداری ما شلم باوارم تو خورده میرن و این دلشان بست و بعد از اون میگه اما چای نک چای هم خود روش بکو سلامت باشین استاد حالا میخوایم دیدگاه کلی در رابطه با مهمان های خارجی که از دیگه کشور میان به افغانستان و میخوایم دید... امون نظریه دارن در رابطه با مهمان نوازی در افغانستان هم صحبت بسیار کوتاه داشته باشیم استاد اینی چیزی است که ای کاشی رو اول رویا جان سوال میکردی استاد دیگه الا خواستیم بیایم بالای اما من میره کوتا می جواب بدم ما از تمام ادارات دولتی خواهش میکنم که وقتی یک پروتکل میخواین امضا بکنین یا قرارداد امضا میکنین کوشش نکنین که خارجی ها را غذای تند تیز دم آغاز بتین ختم برنامه تان بتین اول بگذارین که پروتوکول تان، قرارداد تان درست امضا شود درست کلمات و که هست باید در باشه بعد از که این مطالب خراش شد بعد از او غذا بخورین اما بدبختانه بعض اوقات اتفاق میفته ما در ادارات میبینیم و یا ما که در لندن بودم دوستای بریتانیایی به ما قصه میکرد ما رفتیم به ما قابلی دادن عاشق دادن بدون از اینکه ما قرارداد امضا کنیم پیش از اینکه ما تبادل افکار داشته باشیم در دا مورد پروژه و برنامه در کوتامدت مدت و میان مدت و طویل مدت در اول میگه با سر ما خو میاه. من می میگفتم چرا سرتون خومه میگفت گفتی غذا پر از سیر بود پر از مرچ و نمد بود و ما نتونستیم که او قرارداد امضا بکنیم معطرش کردیم بر روز آینده ما رزو میکنیم که این ای می میمان نوازی که نادرست افغانیس ایره باید بگیرن و, و کوشش بکنن که غذا کمک باشه مقبول باشه فشنی باشه آراسته باشه و سر خان امو قسم که یاد کردم در آغاز نان پیاز پیشانی, پیشانی باس. باز سلامت باشین استاد پیامو گفتنی که باقی ما در ظرف سی ثانیه میخوایم بیان آه. کنیم پیام ما ایست که بزرگا باید به نسل جوان فن غذا پختن محلی ما را و در هر منطقه کستیم باید چیز شود یاد داده شود یکی آرزو می آرزو میکنم که این کار مشکل نیست اگر نمیفهمن بگوین آدم کمکشان میکنه در شهر کابل باید یک جای درست شوه که غذاهای اوزبکی ترکمنی بلوچی پشایی نورستانی با مود دیزاین دیکورش رستورانک های خورترک خورترک باشه که هر کدوم ما بریم در اونجا فقط افغانستان ببینیم با غزه های متنویش با لباس های متنویش با ظروف متنویش چیزی که ما در اینجا نداریم با این میتونه گرمی بده برای وحدت ملی امنیت ملی و منافع ملی سنده و سلامت باشین استاد واقعا ایده عالی ای داشتین شما در وقت خوش میخوایم تشکر از شما عزیزان میان برنامه بسیار کوتاه همچنان در ادامه برنامه ما تنها نگذارید که مهمانای خوبی را بازم با خود میداشته باشیم و همچنان بخشای متنوعی که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد میریم و برمیگردیم سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلک نمایید اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلک نمایید و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلک نمایید